ولتاژ AC و DC چیه، چطور تولید میشه و چه کاربردی داره. درود دوستان، وقتتون بخیر باشه. جلسه اول الکترونیک کاربردیه که پیش نیاز تعمیرات برده. اگر کسی بخواد تو زمینه تعمیرات برد فعالیت داشته باشه، باید اولین چیزی که بلد باشه الکترونیک کاربردیه. الکترونیک کاربردی که توی دوره ما قراره برگزار بشه اینجوری نیست که شما به مبحث دانشگاهی رو یاد بگیرید و بخواید به سختی این قضیه الکترونیک رو پیش ببرید. دوره به صورت خیلی ساده و آرام پیش میره. نکات کلیدی و مهمی که شما باید فقط بلد باشیم بهتون آموزش داده میشه و نیازی نیست که شما قسمت‌های سخت الکترونیک رو بلد باشید. اون قسمت‌های ساده که فقط شما نیاز دارید و توی این دوره آموزش میدیم. توی الکترونیک کاربردی اولین چیزی که باید بدونید ولتاژ AC و DC چیه؟ کجا کاربرد داره، چه تفاوتی با هم دیگه دارن و چرا ما از ولتاژ AC و DC به صورت جداگونه استفاده میکنیم. میریم که در مورد این موضوع بخوایم بحث کنیم، صحبت کنیم، کار با چه کافی کنیم قضیه رو، نه به صورت تخصصی، فقط به صورت عمومی که شناخت کافی نسبت به این دو ولتاژ داشته باشیم. ولتاژ و جریان AC یا متناوب، ولتاژ و جریانی که به صورت منظم جهتش تغییر میکنه، یعنی این ولتاژ به صورت منظم مسیرش عوض میشه، شکلش عوض میشه و به صورت منظم تغییر پیدا میکنه، مثل موج سینوسیه که من براتون الان تصویرشو میذارم. ولتاژ و جریان به این صورت تغییر میکنه و سطح ولتاژ توی این تغییر جریان تغییر پیدا میکنه و مشخص میشه که این ولتاژ چه ولتاژی رو داره. توی ولتاژ AC شکل موج وجود داره، شکل موج مربعی وجود داره، شکل موج سینوسی وجود داره که ببینید توی این شکل موج یه حالت سینوسی که وجود داره، سطح ولتاژ و زمان این فاصله از صفر تا ماکسیموم ولتاژی که پیدا میکنه و برمیگرده دوباره به صفر و دوباره ماکسیموم ولتاژی که پیدا میکنه در جهت عکس و مجدد صفر. این قسمت، این موج سینوسی که به صورت کامل داره حرکت میکنه رو بهش میگن 1 هرتز. یعنی وقتی شما میگه 50 هرتز، یعنی 50 بار در ثانیه این موج سینوسی به صورت کامل تکرار شده، میشه 50 هرتز. وقتی بهتون میگم برق خونتون 50 هرتز AC، یعنی اینکه آقا این موج سینوسی رو به صورت کامل، یعنی این موج، این شکل موج به صورت 50 بار در ثانیه تکرار شده تا 50 هرتز رو به شما بده. پس هرتز هم فهمیدین چیه، ولتاژ متناوب هم فهمیدین، AC رو فهمیدین که همون متناوبه و چیه و کجا هم کاربرد داره. ولتاژ AC خب توی لوازم خونگی، برق صنعتی توی این قسمت ها کاربرد داره و تولیدش هم توسط جنراتوره که حالا جلوتر در مورد جنراتور و نحوه کار جنراتور بهتون توضیح میدم. اما ولتاژ DC یا همون مستقیم، ولتاژی که ثابته، جریانش ثابته و به صورت خط مستقیم در جریانه و هیچ تغییری نداره. تفاوت عمده‌ای که این دو ولتاژ با هم دیگه دارن بیشتر توی انتقاله. اگر دقت کنید میبینید که تمام اون دکل‌های انتقالی که وجود داره، 63 کیلوولت یا مثلا 22 کیلوولت، تمام اینها ولتاژ های AC هستند. و حالا دلیل استفاده از این که ولتاژ AC رو به عنوان انتقال استفاده میکنن، تلفات کمتریه. یعنی توی انتقال شما وقتی که مثلا 63 کیلوولت رو میخواین توی مسافتی انتقال بدین، تلفات انرژی کمتری مصرف میشه و این کاهش ولتاژ کاهش تلفات کمتر توی ولتاژ AC مزیتی شده که بتونن از ولتاژ AC برای انتقال استفاده کنن. حالا تکنولوژی جدید اومده که DC رو هم انتقال میدن که ما هنوز به اونجاهاش نرسیدیم. یکی دیگه از تفاوت‌های ولتاژ AC و DC فرکانسشونه. همون فرکانسی که بهتون توضیح داده بودم که 50 هرتز یا 60 هرتز توی بعضی از کشورها، توی ولتاژ DC این فرکانس صفره. یعنی همون سیکلی که بهتون گفتم، وقتی که اون سیکل اتفاق نمیفته و اون موج سینوسی رو نداره، فرکانس صفره و توی ولتاژ AC متفاوته. توی تولید ولتاژ AC و DC تفاوت‌هایی وجود داره. توی تولید ولتاژ AC از جنراتور استفاده می‌کنن که جنراتور خب
وسیله که دو تا آهن رو با یعنی N قطب N و S در دو طرف یه آرمیچر قرار میگیرن و یا آهن رو باها یا خود آرمیچر در صورتی که حرکت کنه این تغییر میدان مغناطیسی که ایجاد میشه تولید ولتاژ میکنه، تولید جریان میکنه، یا همون میدان مغناطیسی که ایجاد میشه تولید ولتاژ و جریان میکنه و ما میتونیم ازش استفاده کنیم. که حالا میتونن یا آهن رو باها رو ثابت کنن، آرمیچر رو بچرخونن که توسط توربین ها یا هر چیز دیگه اتفاق میفته، یا اینکه آرمیچر رو بچرخونن و آهن رو با ثابت باشه. فقط باید تغییر میدان مغناطیسی ایجاد بشه تا این ولتاژ و جریان متناوب ایجاد بشه. و اما توی دی سی متفاوته. توی دی سی از سلول های باتری، از باتری ها و از طریق تبدیل AC و DC ولتاژ DC رو به دست میاره. یه نکته ای که خیلی مهمه اینه که ولتاژ AC همیشه سینوسی نیست. یعنی وقتی بهتون گفتن سینوسیه پس AC، نه، میتونه شکل موج به صورت مربعی باشه، به صورت زوزنقه باشه، میتونه به صورت مثلث باشه. تمام این شکل موج ها میتونه ولتاژ AC باشه، اما ولتاژ DC کاملا به صورت مستقیمه و هیچ صفر و صدی نداره، اما میشه به صورت پالس فرستاد. یه چیز خیلی جالبیه، یعنی شما تغییراتی که میخواید توی ولتاژ DC بدین میتونین به صورت پالس این تغییرات رو اعمال کنین. یه چیز خیلی جالبش اینجاست که حالا تو جلسات بعدی در موردش صحبت میکنم، توی منابع تغذیه سویشین شما اول ولتاژ AC رو تبدیل به DC میکنید، بعد دوباره اینو تبدیل به موج مربعی میکنید و به ترانس سویچینگ میدید و خروجی ترانس سویچینگ مجددا اینو مستقیمش میکنید، ولتاژ DCش میکنید و خروجی میگیرید ازش. حالا چرا ما این کارو میکنیم؟ حالا توی جلسه تغذیه سویچینگ در مورد این قضیه صحبت میکنم که ما چرا ولتاژ AC رو تبدیل به DC میکنیم، بعد مجدد ولتاژ DC رو تبدیل به AC میکنیم. AC که نمیکنیم، یعنی به صورت همون موج مربعی که تقریبا سینوسی میشه و همون موج متناوب رو ایجاد میکنه. یه نکته خیلی جالبی در مورد ولتاژ AC هست اینکه توی ترانس ها ما دو مدل ترانس داریم، یه ترانس کاهنده داریم، یه ترانس افزاینده داریم. ترانس کاهنده همون شارژر موبایلتون یا همه اینها که با ولتاژ AC کار میکنن، و ترانس افزاینده مثل ترانس ماکروویو که شما ولتاژ 220 رو مثلا تبدیل به 2200 ولت 2500 ولت میکنید که توی ترانس ماکروویو استفاده میشه. چرا ما ولتاژ DC رو به ترانس نمیدیم که خیلی راحت تر هم میتونیم این کار انجام بدیم، تبدیلش میکنیم مجدد به DC، برق AC رو تبدیل میکنیم به DC. و البته این نکته رو بهتون بگم که توی ترانس های قدیم توی منابع تغذیه خطی ما ولتاژ AC رو میدادیم به ترانس، از ترانس ولتاژ پایین‌تر رو میگرفتیم از ترانس کاهنده، بعد این رو تبدیل به DC میکردیم و میفرستادیمش توی مدار. اما توی منابع تغذیه سویچینگ اینجوری نیست، شما ولتاژ AC رو تبدیل به DC میکنی، بعد تبدیل به موج مربعیش میکنی، با فرکانس مشخص میدی به ترانس سویچینگ و از خروجی ترانس سویچینگ مجدد اینو صاف میکنی و وارد مدار تغذیه میکنی. حالا ما چرا این کارو میکنیم؟ چرا همون ولتاژ DC رو مجدد به ترانس نمیدیم که بخوایم ازش اون مقداری که ولتاژی که لازم داریم رو بگیریم دوباره صافش کنیم، بعد مثل همون ترانس های خطی قدیم ازش استفاده کنیم؟ حالا شما چرا همون موقعی که DC کردی موج ندادی به ترانس که ترانس کاهنده است؟ خب یه حالا محاسباتی میکنی میگی مثلا 320 ولت رو وقتی بدی به ترانس خروجیت مثلا میشه 12، این سیمپیجی رو انجام میدی، این ترانس رو وصل میکنی. ما چرا این کارو نمی کنیم؟ به خاطر اینکه در صورتی که ما اون موج سینوسی که بهتون گفتم نداشته باشیم و ولتاژ ما مستقیم باشه، DC باشه، بدیم به ترانس، ترانس ما اشباه میشه. یه قانونیه حالا توی الکترونیک که بعد نیازی هم نیست بدونید، فقط همین نکته رو بدونید که دلیل اینکه ما ولتاژ DC رو یا مستقیم رو به ترانس نمیدیم اینه که ترانس ما اشباه میشه و خروجی نمیده. ما باید حتماً ولتاژ AC یا موج مربعی به ترانس بدیم تا این ترانس بتونه از اون سمت چیکار کنه، یه میدان مغناطیسی ایجاد کنه تا از اولیه ترانس به ثانویه ترانس
این میدان مغناطیسی جریان ایجاد کنه. سعی کردم تمام نکاتی که نیازه رو به صورت عکس، تصویر و توضیح بهتون بگم. سعی نکردم که توضیحات رو خیلی طولانی کنم که شما همین که خارج از اون اطلاعاتتون باشه، چون مطالب و جوری در نظر گرفتم که اصلا الکترونیک بلد نیستین و مطالب رو به صورت ساده سازی انجام دادم. سعی کردم اینجوری باشه، حالا در ادامه هم همینجوری پیش میرم که فقط به عنوان تعمیرکار بتونین ازش استفاده کنین و توی تعمیرات به کارتون بیاد و در آخر هم یه تعمیرکار خیلی خوب ازتون در بیاد. پیج ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و حالا کامنت بذارید که مفید بوده یا نبوده، یا اگر براتون قابل درک بوده امیدوارم که ازش استفاده کرده باشید. سعی کردیم که بهترین مطالب رو براتون بذاریم. در ادامه مطالب بیشتری رو مطرح میکنم و مطالب رو بازتر میکنم، الکترونیک کاربردی رو، تست قطعات و اینکه شناخت قطعات که شما چه قطعه ای رو باید بشناسید، اصلا توی برد چه جوری باید یه قطعه رو تست کنیم. ما اگه بخوایم مثلا روی بردی که 100 تا قطعه داره بخوایم تمام این قطعات رو باز کنیم در بیاریم، میشه کامل میشه قطعه در آوردن. تو بعضی از بردها این قطعاتی که بخوای در بیاری با اون موادی که روی برد هست دیگه فکر میکنم یه 5-6 روزی طول میکشه بخوایم یه برد فقط قطعاتش رو تست کنیم. توی ادامه مطالب کم کم به مرور توی این جلسات توضیح میدم که چی کار بکنید تا بتونید که فقط با نگاه کردن تشخیص بدید که عیبش کجاست و عیبیابی کنید.